رادیو همراه بفرمایید. آی دکتر، من از امریکا تماس میگیرم، حالا میخواین شما بفرمایید چه اطلاعاتی لازم هست. آخه برای چی، راجبه چی میخواید صحبت کنید؟ شما موضوع چیه؟ من 33 سالم هستش و توی امریکا هستم، PhD دارم و اون موف کردم امریکا برای پستاکم و پستاکم رو 3 سال طول کشید تمومش کردم الان و جابجا شدم توی یک شهر دیگه، یک پوزیشن گرفتم و اینجا مشغولم. من مشکلی که دارم این که احساس کنم سنم داره میره بالا و نتونستم وارد رابطه معنی داری تا حالا بشم و یه مقدار من نگران میکنه. امروز تصمیم گرفتم که با شما صحبت کنم ببینم مشکلم چی میتونه باشه. به من بفرمایید اونم رشته تحصیلی شما چه هست؟ من بایوتک خوندم، بیوتکنولوژی میگفتن ایران. اوکی، شما در ایران تا 30 سالگی ایران بودید درسته؟ من تا 27 سالگی ایران بودم. خب بعدش آمدید 3 سال، خب بعدش کجا رفتید؟ بله، من تا 27 سالگی ایران بودم، دوره PhD اومدم برای یه فرصت مطالعاتی میگم، اومدم اینجا برای اون دوره و بعد دوباره برگشتم ایران، PhD رو تموم کردم برگشتم، یعنی این یکم رفت و برگشتی شد و بعد اومدم پستاکم رو شروع کردم. به این شکل شده بود، یعنی این رفت و برگشت به این صورت شد که من. شما فرزند چندم خانواده ای؟ من سه تا، من یک خواهر دارم و یک برادر. خواهرم 2 سال از من بزرگتر هستن، برادرم 10 سال از من کوچیکترن. وسط هستم من. بسیار. به من بفرمایید که زندگی زناشویی پدر و مادر چطور بوده؟ خوب، بد، متوسط؟ خوب بودن، عادی دیگه، یعنی نه مثلا بگی مثلا خیلی لاو برد و اینا بودن، عادی، یه خانواده سنتی، نه خیلی دعوا و کشمکش آنچنانی بود، عادی، خیلی نرمال به نظرم نرمال. خب آخه خانواده سنتی بر اساس تعریفی که میشناسیم مرد تصمیم ها رو میگیره و زن عمل میکنه، بعد تقسیم کار شده، مرد همه کارهای بیرون رو داره، زن همه کارهای درون رو. همین شده. بله، من مادرم خانه‌دار بودم، پدرم کار میکردن، کارهای بیرون تقریبا با پدرم بودن و کارهای خونه با مادرم، به غیر از مثلا شاید یه سری خریدهای کوچیکی که مادرم انجام میدادن، بقیه کارا با پدرم بود. بله، همینطور. شما بعد از 8-9 سالی که بعد از دیپلمتون مثلا تو محیط دانشگاهی بودید، اونجا هیچ تمایلی، علاقه‌ای به کسی پیدا کردید یا می‌خواستید رابطه‌ای داشته باشید یا نمی‌خواستید یا نشد؟ آقای دکتر، من الان که به اون دوره فکر می‌کنم احساس می‌کنم افکار غیر واقعی داشتم، یعنی مثلا دور و بریای من اگر هم کلاسی‌های من بودن، من مثلا به استادام مثلا فکر میکردم که مثلا آره این میتونه کیس خوبی باشه، مثلا در این حد، یعنی نمیدونم الان که فکر میکنم وارد هیچ رابطه ای نشدم، یعنی اون مدت. خب آخه این که بگید من دنبال یک کسی بودم که جایگاهی داشته باشه، 10 سالم از من بزرگتر باشه رو میتونم بفهمم، این چیز غیر عادی نیست، ولی سوال من این است که اگر براش کاری نمیکنید و اقدامی نمیکنید، مثل اینکه آدم فکر کنه الان در یک کشور دیگری است. خب که در حقیقت موضوع مهم زندگی شما نبوده. اون موقع نبود، نه اون موقع نبود، ولی الان هست، ولی الان هم مطمئن نیست. نه، من میخوام ببینم، من میخوام ببینم شما در اون دورانی که به هر حال به عنوان یه دختر وارد محیط دانشگاهی شدید که با دبیرستان متفاوته، بین پسر و دخترها به هر حال یه روابطی، خبرهایی، داد و ستدهایی از نظر ذهنی و احساسی و عاطفی وجود داره. موضوع ازدواج هم به هر حال بعد از 18-19 سالگی 20 سالگی در ایران برای دختر خانم مطرحه. من میخوام ببینم تا 27 سالگی شما ایران بودید این موضوع اصلا چقدر از اهمیت داشت؟ چون برخی از شما سرتون انداختید پایین و درس خوندید و بعدم اگر احتمالاً تصوری از خانواده داشتید، یه چیز دور خیالی بوده که ارتباطی با واقعیت نداشته، چون دنبالش نمیرفتید. چون ببینید عزیز، چرا این همه من اصرار دارم که هیچ کس هرگز به آرزوش نرسیده و نمیرسه؟ آدم ها به آرزوهاشون نمیرسن، آدم ها به هدفهاشون میرسن.
آرزو برای اینکه من آرزو بکنم بلیط بخت آزمایی ببرم، اونا یه چیزی که خارج از ارتباط و کنترل با منه، ولی اینکه من با آرزوم نمیرسم، من باید هدف داشته باشم، من باید به هدفه، یعنی یه نقطه مشخصی که تعریف شده معنی داره و نه تنها هدف داشته باشم، براش استراتژی داشته باشم، یعنی نقشه و طرح و برنامه داشته باشم و این استراتژی در مسیر اون هدف باشه. فعلا اینکه شما من بگید من در 22 سالگی 25 سالگی فکر ازدواجی میکردم، فکر یه استادی رو میکردم، اگر من بگید که تمام تدابیر رو وقتی متوجه میشدم مجرده، تمام امکانات و راه ها رو ازش استفاده میکردم که خودم رو به او برسونم و ببینم او در ارتباط با من کجاست، میتونم بفهمم. ولی اگر شما در ذهنتون بوده که شما در حقیقت یا اصلا نسبت به ازدواج بی تفاوت بودید یا از ازدواج بدتون می آمده و نمی خواستید یا رابطه رو یه چیز بد غلط و خطرناکی می دونستید، برای کی گفته که از سن 18 سالگی تا 27 سالگی 9 سال یه دختری در یه همچین محیطی به تنها چیزی که فکر کنه که تازه هیچ کاری براش نکنه ازدواجه؟ من میخوام یه شناختی از شما پیدا کنم، الان نهید که خیلی میخوام به من بگید شما چجوری به این موضوع نگاه میکردی؟ یه دختر باهوش و توانایی مثل شما؟ نمیتونم آقای دکتر، الان فکر میکنم هم سرم توی درس بود، برام یعنی دغدغم نبود اصلا، یعنی توی اون دوره دغدغم نبود. نمیدونم. خب آخه نمیتونم. ببینید عزیز، شما اصلا درس هم میخونید، هفته 60 ساعت هم درس میخونید دیگه، بیش از این که نبود، 50 ساعت 60 ساعت درس و دانشکده و اینا، ولی دوربرتون میدید چهار تا دختری که توی دانشکده شما هستن برای راجبه اون پسر حرف میزنن، راجبه یکی دیگه حرف میزنن، راجبه دوستیش حرف میزنن، راجبه نامزدش حرف میزنن، راجبه عروسی یکیشون کرده، دعوتتون کرده، شما توی محیط های مختلف میرید، مهمونی هست، یعنی شما در اونجا این سیستم رو بسته بودید گویی که من همه جا فقط دانشجو هم؟ فکر میکنم بسته بودم یا بلد نبودم. آخه بلدی نمیخواست. آخه بلدی عزیزم، روزی که من بخوام خونه کسی برم بلد نیستم، ولی آدرس رو میگیرم، ولی وقتی اصلا دنبال آدرس نیستم که نتونم بگم من بلد نیستم، او کاری براش نکردی. یعنی من میخوام یه شناختی شما از خودتون پیدا نصب کنید. شما خب به من حرفتون این بود که خانواده سنتی داشتی، ولی خانواده عادی معمولی بودن نبوده. شما اصلا از اون ازدواج اونقدر رضایتی نداشتید و ازدواج براتون چیز مهمی نبوده، چون از نظر شما برای پدر مادر به ویژه مادر خبری نبوده. یعنی میخوام بهتون بگم و ای بسا جایگاهتم تو خانواده درست نیست، یعنی فرزند وسطی است که میگم ساندویچ شده، بعد تازه بعد از 10 سال برادر اومده، یعنی یه دفعه تو خونه شما تمام تعادل به هم ریخته، حالا که شما 10 سالتونه یه بچه 6 ماهه، 1 ماهه، 2 ماهه، 1 ساله اونجا داره دوربر شما حرکت میکنه که ارتباطی با شما نداره، رابطه شما با او مادریه که چگونه میتونید ازش مواظبت و مراقبت کنید و حتی تعجب نکنید، حتی اگر کمی هم از او مراقبت کردید به خاطر استرابی که مربوط به این مراقبته، شما از ازدواج و بچه دار شدن خوشتون نمیاد. اشکال کار اونجاست جان. من خیلی مادری کردم برای برادرم. خب پس همینجاست دیگه. چرا من آقای دکتر، من الان خیلی دوست دارم وارد رابطه بشم، ولی نمیدونم، بلد نیستم، نمیدونم. نه حالا اونو بهش میرسیم. نه نه ببینید عزیز، الان شما یه چیزی رو که شما با من و کارای من اگر آشنا باشید، هیچ وقت هیچ بچه ای قرار نیست برای خواهر و برادرش مادری کنه، مسئولیتی قبول کنه، برای که مسئولیت تو زمان نادانی، حتی من مثال زدم، بیان بگن یکی از شما که تو هواپیما نشستید خلبان قش کرده، تو دست کنن روی من و شما بگن پاشو برو بشین، برو تو کابین خلبان با برج مراقبت صحبت کن، هواپیما رو ببر. من از وحشت رفتم، برای که میدونم موجب مرگ این همه آدم خواهم شد. روزی که پدر و مادر نادان خودخواه بچه رو مسئول خواهر و برادر میکنن، متوجه نیستن او هر چیزی رو مرتبط به خودش میدونه، اولا آسیب به اون بچه میزنه به خاطر نادانی و استرابش، دوم خودش از پادر میاد. به همین جد است که روزی که شما الان با این حال میگید من مادری کردم، الان میشه فهمید. بذار راحتتون کنم، به مقدار زیادی شما ناآگاه از کودک و کودکی و ازدواج و بچه بدتون میاد، به همین سادگی، برای اینکه در هر ثانیه‌ای که شما اون برادر رو نگه می‌داشتید،
هر ثانیه هزار سیگنال به مغز شما مخابره می شده که این بده 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 بده. هر ثانیه مغز رو می دونیم چوری کار میکنه. نتیجه این چیه؟ نتیجه اینه که من بدون که اصلا خودم متوجه باشم چرا وقتم رو صرف یه کاری که دوست دارم درسته، درس خوندن، موفقیت، پیشرفت، مدرک استاد دانشگاهی، جایگاهی داشتن، باعث افتخار نه تنها خانواده، فامیل بودن، خب میرم دنبال اون، چرا برم دنبال یه چیزی که بده 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 بده؟ بنابراین میخوام به شما، چون اول اینو باید روشن کنید برای خودتون که آسیبی که شما خوردید در دوران 18-19 سالگی تا 27 سالگی که ایران بودید به اینجا مرتبط میشده که ناآگاه شما از این بد باید میگریختید، چون بهترین فرصت برای انجام بهترین کارهایی که در جامعه ایران پذیرفته و پسندیده است که درس خوندن را داشتید. اما بعدن واقعیت آمده مثل یه دیوار خورده به صورت شما و شما گفته که اون یه جزء مهم زندگی بوده و هست، اما مثل اینکه یه جزء دیگری هم هست در زندگی. اولا شما به عنوان انسان احتیاج به ارتباطات و رابطه ای دارید. این روابط برمیگرده به انواع مختلف رابطه، یکی از اونها رابطه است که در طول تاریخ همه گونه پذیرفته و پسندیده بوده، ازدواجه، تشکیل خانواده است. حالا همه اینا آمده به نوعی به شما حمله کرده برای اینکه اون وظایف و مسئولیت ها کنار رفته، الان تنها این است که کاری رو که میکنید با یه مقدار توجه و دقت بتونید به خوبی انجام بدید، ولی نگرانی برای چیزی خارج از اون منطقه ندارید. و اگر در جایی هستید که شغل و کارتون رو هم ازش آگاهید، هم به هر حال خاطرتون از بابت امنیت شغلی یا حتی رفتن جای دیگه آسوده است، همه اینا دست به دست هم میده به شما، میگه خیلی خوب حالا که هیچ کاری نداری چیکار کنیم؟ درست مثل آدمی که یه سری کار کرده یا مثلا مهمونا رفتن، خب حالا چیکار کنیم؟ به ظرفا رو جمع کنیم، ظرفا رو بشوریم، بریم بگیریم بخوابیم، حالا فرصتی برای انتخابه. حالاست که اومده شما رو با این واقعیت روبرو کرده که موضوع ازدواج و رابطه مطرحه، ولی این یه چیز عجیب و غریبی نیست. به دلتون میخواد شما شروع کنید هر جور که توی مدت فکر کردید یا مایل بودید راجبش صحبت کنید. چشم، من همین حرفای شما رو تایید میکنم. من توی 10 سالگی برادرم اومدن مراقبت ازشون کردم. حالا اون اضطرابی هم که داریم، من خودم و آدم مضطربی هم میدونم. حالا نمیدونم اون اضطراب از همون دوره اومده یا هر چیزی که اصلا در مورد اونم، حالا اگر شما پرسشی. نه اون میتونیم، حالا نمیخوام وارد اون بحثا بشم. شما اولا مسئله استراب و افسردگی خب یه گرفتاری کلی و عمومی ماست در یه جامعه ما، ولی وقتی که شما یه همچین جایگاهی دارید حتمی عزیز، نوع استرابش هم متاسفانه استراب نوراتیک یا استراب عصبیه. این استراب عصبی یا نوراتیک یه تضادی رو به وجود میاره به اسم love hate relation، یعنی مهر و کین، یعنی یه دوگانگی، و اون کار دست دادم میده. ببینید عزیز، ما در زندگیمون وقتی که کسانی که عزیزان ما هستن یه کاری برای ما میکنن، پیامی که داده میشه مهر و محبت و عشق و علاقه و دوستی است، هر چی که اسمش رو بخواید بذارید. روزی که نمیکنن، همون آدما احساس بد و خشم و قهر و بعد از این مدتی حتی تنفر دارن. و بنابراین وقتی که در شرایطی قرار میگیریم که باید ما خودمون رو گرفتار مهر و کین میبینیم، در وجود ما میشینه این استراب. بعدن زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه ما توان نزدیک شدن به هیچ کس نداشته باشیم، چون هر نزدیکی با خودش دوری و مرگ و طلاق و جدایی رو داره. و این سبب میشه که فکر کنیم بهترین کاری که میتونیم تو زندگی بکنیم اینکه کاری نکنیم که دچار دردسر گرفتاری نشیم. یعنی حداقل وقتی راه نرفتم دیگه زمینم نمیخورم، مشکلی هم ندارم. این همون چیزیه که در بقیه زمینهای زندگی ما رو متوقف میکنه. خب شما رو اینجا متوقف کرده. من رو تازه اصلا یه دختر خوب 23 4 ساله در یه جامعه مانند ایران، دانشجو، قرار سرش به درس و کتابش باشه. اصلا چقدر باعث سرفکندگی خانواده است اگر سر و گوشش بجنبه و با کسای دیگری باشه. بنابراین همه اینا شما رو میاره در یه وضعیتی که پس من برم سراغ اون کارها یا رفتاری که امن است و امان است. این مار گذشته است، بیا راجع گذشته صحبت کنیم. اما اینجا چند تا واقعیت وجود داره. اولا یک، انسان در رابطه تعریف میشه. اصلا
شما خودتون میدونید اصلا دنیای علم هر چیزی رو که تعریف کنن، هر دفنیشنی یعنی رابطه اون پدیده با بقیه چیزا، اصلا این تعریف انسانی، انسان در رابطه تعریف میشه و رابطه اصلی و اساسیش نه با علم، نه با نمیدونم زمین، با انسان دیگری است. پس این میام اینجا. حالا خوشبختانه یه زمینه ژنتیک و بیولوژی و فیزیولوژی و نورولوژی و روانی و اجتماعی و فرهنگی و تاریخی و مذهبی و خانوادگی و حتی کودکی وجود داره که به ما داره میگه ازدواج کن و بچه دار شو. یعنی همه اینا هر کدام سیگنال های خودش رو میده، راه ها رو باز میکنه. پس بنابراین شما در یه مسیری هستید که همه چیز به نوعی با شماست. یعنی شما که در مسیر یه رودخانه یه چیز کوچکی رو که آب به راحتی میبردش حرکت به راحت کافیز بنوزش رو رودخانه رفته. پس این اول. حالا اینجا در مسئله که برای شما مطرح میشه اینه که شما قراره ابتدا یه شناخت آگاهی از خودتون داشته باشید که اصلا کی هستید چی هستید. این شناخت آگاهی یه مقداری در جهت خودشناسی، دوم به عنوان یک زن و بعد از اون به عنوان حتی یک مادر و همسر و کنار اون به همون اندازه مهم از نظر جنسی. چون ببینید بسیاری از آدم ها هستن، من تو کار تراپی فراوان روبرو شدم، اصلا نگاهی که به موضوع جنسی داشتن یه نگاه کثیفه، نمیدونم گناه زشت بدی بوده، در حالی که وقتی که نگاه میکنید به قانون طبیعت و حتی اصول ژنتیک میبینید اصل و اساس و قانون اول ژنتیک حفظ و انتقال ژن از طریق تولید مثل، و به همین جاست که طبیعت در اونجا رفتارش کاملا غیر عادی است. خب شما اگر یه نگاهی دارید که از جهت ایجاد ارتباط با آدما یا ارتباط با جنس مخالف و مسئله رابطه جنسی مسئله و مشکل دارید، باید اینا رو حل کنید. چون بسیارن کسانی نه بگو عزیز از اون نظر نه مشکلی ندارم، یعنی حالا اون باورایی که همون که مثلا دختر خوبی باشی سرتو بندازی پایین بری بیای، این قضیه بوده، ولی من الان از اون نظر باورای جنسی از اون نظر مشکلی ندارم. بسیار خوب. از نظر ظاهری هم خوبی هست، یعنی از نظر ظاهری هم خوبم. دیگران میگن خوبی، بخیر خوب. دیگران میگن خوبم، خوشپوش هستم. آدمایی که منو میبینن فکر میکنن که مثلا من الان چقدر توی روابط متعددی بودم، یعنی نگاهشون نمیگن که این آدمی که انقدر خوش قیافه است، خوش لباسه، چرا باید الان تنها باشه. و وارد یک دوتا رابطه هم شدم، موفق نبودم. یعنی چی موفق نبودی؟ نه سب کنید. ببینید همینجا بسیاری از اوقات موفقیت شما، عدم موفقیت شما نشانه دانایی شما، هوش شما، انتخاب درست شماست. ما وارد رابطه نمیشیم برای که ازدواج کنیم، ما اوضاع رو ارزیابی کنیم. یعنی شما بنابراین روزی که کسی اصلا، من تعجب، حتی من برای ازدواجی که به هم میخوره میگم یه ازدواج ناموفق داشته، اصلا معطل میمونم. اونجا من مسئله تازه باشتم. چرا سبب اینکه شما بگید من با یادم آشنا شدم، یک ماه، شش ماه، دو سال بودم، به این نرسیدم که ما به هم و به درد هم نمیخوریم، یا او رسید یا من یا هر دو رفتم. کاملا رابطه موفقی بوده. اولا به شما آموخته و دوم به شما گفته درست و غلط کدامه. پس رابطه ناموفق یعنی چی؟ ببینید اشکال کار من با مخصوصا دوستان تحصیل کرده که بهشون میگم توحش تخصص، همینه که با یه واقعیاتی از یه نقطه نظری دانش و نوری که یه جای دیگه دارن میندازن به حساب خودشون روی جایی که تاریک تاریکی و نور روش نمیفته و داره خودشون یه فرضایی میکنن. رابطه ناموفق یعنی چی؟ رابطه قرار بوده که اگر بده حتما ناموفق باشه. اگر شما یه رابطه بدی رو قبول میکردید گفتی رابطه موفق. خب ببینید همینجا مسئله منه و بعدم چیزی رو نشون نمیده. از اون گذشته شما یه کسی هستید که مانند گذشتگان، مانند بقیه نیستید. ببینید عزیز در طول تاریخ، پس اون 200 سال قبل، 300 سال قبل، 1000 نفر توی دهی، توی شهری، شهرستانی، اینا 95% همه چیزاشون این هم بود. اصلا فرقی نمی‌کرد شما با کی ازدواج کنید.
تازه بعدم با گذشت زمان فرقی نمی کردید. امروز آدم ها متفاوت و متفاوت و متنوعن و با گذشت زمان چون مثل دو تا درختی میمونن که یکی فرض کنید یه بوته گوجه فرنگی، یکی درخت چناره، 5 سال بعد دو تا چیز اینقدر متفاوتن که هیچ اصلا نمیشه اینا رو جزء یه گروه خواند. خب تازه آدم ها تغییر میکنن. بنابراین مسئله که وجود داره اینه که شما وقتی که آماده باشید که الان هستید برای که همه شرایط فراهمه، باید یک کمی چشمتون رو باز کنید و برید در مراکز و یا به منابعی مراجعه کنید که افرادی که در حد و سطح شما هستند اونها هم به دنبال شما میگردن و این خوشبختانه در دنیا امروز هست. حتی تعجب نکنید، من بارها شده حتی تو کنفرانس ها به من مشخص گفتن ما اصلا آمدیم اینجا برای که چاد با کسی آشنا بشیم. تو کروز هایی که خیلی بیشتر، برای که از یک کروز حتی 3 روزه یه فرصتی میده که آدم به مدت 3 روز بتونه یه آدمی رو ببینه در شرایط مختلف، حالات متفاوت، نوع رفتار مختلف، دوستانش، ارتباطاتش، و بعدم به این چه برسه که آیا من کششی علاقه به این آدم همکنون حس و احساس بکنم برم سراغش یا نه. به همین سادگی. برای که ماجرا در دنیای امروز اینه که محیطی برای آشنایی باشه. این محیط میتونه مراکز مختلف باشه. کرونا حتما ازدواج رو برای بسیاری به تاخیر انداخت و بدون تردید یا آسیبی در بلند مدت میذاره. ما با این موضوع آشنا هستیم. ولی خوشبختانه چون این در رادار باز میشه، شما الان تکلیفتون روشنه. به من بگید که من هفته 10-15 ساعت رو باید کجا بگذرونم؟ میگم در یه جایی که شاید آدمایی باشن که فرد مناسب پیدا بشه، یا حتی من ابدا مخالفتی با سایت هایی که آدما اونجا به دنبال همسر هستن مخالفتی ندارم، مشروط بر این که نهایت آگاهی و نه تنها باهوشی و زیرکی رو به خرج بدیم که گرفتار بازیگرانی که تو این سایت ها فراوونن نشه. به همین سادگی، یعنی با واقع بینی و با نه تنها چک کردن و تحقیق کردن، حتی با وسواس به خرج دادن، مطمئن باشیم که در این با کسی حرف میزنیم و بعدن کسی رو میبینیم که آنچه رو که در این میگه و نشون میده هست، حتی با وسواس. یعنی فرض کنید یه آدمی حرفش این است که من مهندسم، از کجا؟ از این دانشکده. چک کنیم ببینیم آیا مدرک مهندسیش گرفته یا نگرفته. به همین سادگی، هیچ اشکالی هم نداره. میگه قبلا ازدواج کردم و جدا شدم. 100% باید با همسر سابقش حرف زد، راهی باید پیدا کرد، صحبت کرد، ببینیم چه خبر بوده. برای که شما در این گونه موارد، جمله رو باز تکرار میکنم، قرار نیست تحقیق کنید، قرار هست وسواس به خرج بدید. برای که میخواید یه انتخاب بلند مدت کنید، نه تنها برای خودتون و آیندهتون، ای بسا اگر اشتباه کنید دو تا بچه هم به این دنیا بیارید، بذارید درب و داغون کنید، از پم بپاشید و ویران کنید. پس یه چیز با تحقیق کرد، هیچ عیب و ایرادی هم نداره. اصلا هم به من نفرمایید که خجالت کشم سوال کنم. من اصلا برخی از وقت کلافه میشم که طرف میگه من 1 سال با اینو دارم. میگم درآمد چقدر؟ آقای دکتر من به دنبال پول نیستم. تو بسیار ابلهی که به دنبال پول نیستی. همه دنیا دارن پول میخوان. چرا میخوان؟ برای که اگر نخوان نمیتونن نیازهاشون برآورده کنن، میمیرن از بی غذایی، از بی دوایی میمیرن. شوخی نداره. برای کسی گفت دنبال پول برو، ببین این آدم شایستگی و لیاقتش اینه که ما 1000 دلار در میاره یا 10000 دلار. برای که خودش خیلی چیزا رو نشونه. به ثروتش من اونگونه کاری ندارم که به تواناییش کار دارم. تو بازار چه ارزش اقتصادی داره؟ چگونه زندگی درست کنه؟ تو بعدا میخوای بری خونه ای داشته باشی که خزینتون 5000 دلار یا 50000 دلاره. چطور میخواد اینا رو نپرسی؟ معلومه همه چیزش مهمه. روزی که ادعا درباره تحصیلات میکنه، گذشته میکنه، همه اینا مطرحه. به همین جد است که اصلا نمیشه تو این گونه موارد خوشبین بود، نه به معنی خوشخیال، ابدا. اتفاقا باید یه دید شک رو داشت. حتی ببین عزیز، من حرفم این است که اگر از یه مردی زنی خوشتون اومد، به نظرتون خوب اومد برای چند جلسه، دیگه دنبال خوبیاش نرید، فقط برید دنبال بدیاش. یعنی ببینید این چیزا اگر تو زندگی باشه من نمیپسندم. آیا ببینم این آدم سابقه ای تو این زمینه یا اون زمینه داره؟ و هیچ اشکالی نداره که ما تحقیق کنیم. آقای دکتر، من اخیراً وارد حالا رابطه که نشروع کردم به قول اینجا یه دیت دو مورد،
بعد اون من نمیدونم اون آدمایی که من باهاشون شروع کردم آدمای غلطی بودن، بعد اونا عقب کشیدن. خرافه چه اهمیت داره؟ ببینید صبر کن عزیز، قربونت خانم دکتر صبر کن. اینکه یک کسی شما رو نخواد نشانه هیچی از خوب یا بد بودن شما و خوب و بد بودن او نیست، بلکه نشانه اینه که اون آدم به اینجا رسته شما به هم نمیخورید، به درد هم نمیخورید. من صدها بار با آدم ها روبرو شدم، لطفاً عرض منه بید، که گفته وقتی که با این آدم آشنا شدم دیدم من در حد اون نیستم، من توان اون رو ندارم، من توان برآوردن احتیاجات و نیازهای او رو ندارم، او از سر من زیاده، من یه همچین زندگی پر چالشی رو نمیخوام، من دنبال یه زنی یا یه مردی با یه ویژگی های دیگری هستم. ابدا نگفته عیب داره. و اگر 5 مرد یا 5 زن یه کسی رو نخوان، هیچ نشانه و ایراد اون آدم نیست، معنایی نداره. عزیز شما یه دستی کلید دارید 20 کلید توشه و نمیدونی کدام کلید به در این خونه میخوره، خب امتحان میکنی، مهم اینه که کدامش میخوره. اینکه این نخور که نه عیب کلید نه قفل نه شما. اشکال کار ما اینه که در این گونه موارد ملاکامون برای ارزیابی غلطه. شما با یک کسی رفتید بیرون، اصلا اون آدم به این نتیجه رسیده که من در حد این آدم نیستم، اصلا یه همچی کسی به قول معروف نگهداریش برای من مشکلی. اصلا تعجب نکنید، صبر کنید. بسیاری از اوقات آدما اصلا به من گفتن فلانی من با این رفتم بیرون اصلا وحشت کردم، من چجوری میتونم کنار این آدم زندگی کنم و آروم باشم؟ جان بفرمایید. آخه دکتر به قول شما از نظر خودم آدمای خیلی بالایی نبودن، ولی وقتی این اتفاق میفته آدم اعتماد به نفسش رو از دست میده. یه آخه با ترانگ بید ببخشید شما با که خانم دکتر مثلا شما رو باور نمی کنم، خب بی خود نیستی گیری. من اگر یه کسی نخواستم من باید اعتماد به نفسم رو از دست بدم؟ یعنی شما به خاطر یه حادثه قانون جهان رو عوض میکنید؟ شما به من بگید اگر یه تحقیق علمی باشه، برخی از اوقات به شما نمیگن که اگر سمپل ما نمونه ما کمتر از 20,000 باشه اون نتیجه گیری بی خوده، اگر 10 تحقیق دیگه از 10 راه نشده ما نتیجه نمیتونیم بگیریم و این نتیجه گرفتن به خاطر حرف یک کسی به همش نمیزنن؟ آخه اون نگاه علمی شما کجا رفت؟ شما با یه دختری با یه پسری رفتید بیرون شما رو نخواسته، به اعتماد به نفس شما آسیب. یعنی چی؟ یعنی شما یه دفعه متوجه میشید 10 سانتی متر کوتاه‌تر یا بلندتر شدید، یه دفعه دماغتون هم کج شده، چشماتون هم نمیدونم ریز یا درق، مثلا باور نمی کنم شما رو نخواسته که نخواسته، بعد به اعتماد به نفستون بر بخوره. ببینید چرا من با جامعه ایرانی گرفتاری دارم، چرا این حرفا رو 1000 بار گفتم بر معلوم شما نشنیدید؟ ابدا هیچ ارتباطی نداره که یک کسی منو بخواد یا نخواد عزیز، که خوبم یا بدم، به اعتماد به نفس من و حرمت نفس من ارتباط نره. اصلا موضوعی به اعتماد به نفس ارتباط داره. ولی اگر شما یک کسی بعد از چند جلسه نخواست ادامه بده و دنبال شما نیومد، شما از کجا میدونید که این آدم فکر کرده مادر شما رو نمیپسنده؟ چرا این آدم فکر نمیکنید قبلا یه دوست دختری داشته ولش کرده، حالا اون برگشته رفته سراغ اون، اصلا به شما ارتباطی نداره؟ چرا شما فکر نمیکنید که این آدم توانایی ارزیابی واقع بیانه از اینکه شما کی هستید و چی هستید رو نداره؟ چرا فکر نمیکنید که اون آدم اصلا دنبال یک کسی است از نوع دیگری؟ ببینید اشکال کار چیه؟ اشکال کار اینه که شما یک دفعه قانون و قاعده ای میسازید بدون اینکه این قاعده و قانون حتی 5% درست باشه. و بر من الان شما بعد از این همه حرفایی که من زدم یه دفعه منو با یک به قول معروف جمله اصلا زدید به هم که من اعتماد به نفس من کم میشه. نه آقای دکتر، آخه آدم به هم میریزه، هی مثلا چیزات و اون ایدئالات رو میاری پایین، میگی که مثلا سنت داره میره بالا فلانی، این چه ارتباطی به این داره؟ این چه ارتباطی؟ من نمیدونم من باور نمی کنم که به شما مدرک بده، من مثلا باور نمی کنم که به شما حتی دیپلم دبیرستان داده قربونه، چه اسم لیسانس و فوق لیسانس و دکترا و فوق دکترا، آخه این چجور استدلالیه؟ خب شما اصلا
اصلا عزیز من، اصلا خنده داره قربونت، نکو این حرفا رو. اصلا برای چی شما با یه کسی عزیزم، اگر من نشنیده بودم، اگر من با آدما روبرو نشده بودم، آدما رفت نه این بابا، این مثلا گرد این نمیرسم، این باهوشتر از این هست مثلا. مثلا یه دختر خنگولی میخوام که هرچی میکنم بکنه بدو به دنبال منو با دلش خوش باشه، اینو برای چی بخوام؟ اصلا من همچی کسی رو نمیخوام، این خوشگلیشو من چیکار کنم؟ بعد من چجوری اینو ادارش کنم؟ این از کجا که من خیانت نکنه؟ عزیزم مردم ذهنشون پر از چیزهای عجیب و غریب و بیمارگونه است. ملاک این که شما رو نخوان این نیست که شما خوب نیستی. من اصلا باور نمی کنم. این حرفا رو شعار نمیگم، این حرفا رو نمیگم که ابدا من اهل شعار نیستم، اصلا من دشمن شعارم. شعور ما میخوایم. مثلا روزی که کسی شما رو نمیخواد معناش این است که شما به او نمیخورید، به درد هم نمیخورید از نظر او، ای بس نظرش درست یا غلط باشه، ولی چه فرقی میکنه؟ ولی نشانه خوب بودن، بد بودن، من به درد میخورم، به درد نمیخورم، اینا نیستم. شما همه اون مجموعه آنچه که هستید رو یه دفعه صفر میکنید به خاطر یه آدم، و به همین جاست که بسیاری از آدما اول میان اینقدر قربون صدقه شما میرن که بیا ببین، وقتی جواب منفی دادید من که سفیدک یخ بیمعنی پرمدعا یه درس خونده یه دماغ بالا و یه بیم به درد هیچی نمیخوره. خب تمام، چرا؟ برای که بهش گفتید نه. حالا که بهش گفتید نه دیگه هر چی شما دلتون بخواد بهتون حمله میکنه. ولی آیا شما قراره بعد از اون فکر کنید که من که تازه سبز هستم سفید از کجا در اومده؟ خب اینو باید نگاش کنید. حالا بذارید بریم پیام ها رو بشنویم برگردیم، چون متاسفانه مورد شما مورد بسیاره. یه چند دقیقه باز وقته یه کمی با هم صحبت. برای عزیز بذار راحتون کنم، موضوع و مسئله شما موضوع و مسئله نه تنها هزاران، ده ها هزار نفر افراد تحصیل کرده است که به خاطر دنیای امروز که تحصیلات اونها رو به حدود 30 و بعد از اون رسونده با این مسئله و مشکل روبرو هست. بنابراین ابدا چیزی نیست که وقت منو گرفته باشید. خوشحالم که شما روی خط میاید، فرصتی میدید من بتونم حرفامو بزنم، برای که متاسفانه با این موضوع ها میتونم بگم نزدیک به 50 سال درگیرم و کاملا هم میدونم از کجا میاد، چه خبره، و به همجاز که امیدوارم فقط عرایز من رو بشنون، یه دقتی بکنن، یه درست دونستنش بر مبنای این عمل کنن. بنابراین ابدا مورد شما موردی است که منو خوشحال میکنه که درباره صحبت کنم. من در خدمت هستم. آی دکتر من یه نکته ای هم، من یه چند ماه پیش استرابم خیلی زیاد بود با یه روانشناس فکر میکنم یا روانپزشک صحبت کردم، گفتن که به من یک کد بی‌ارزشی توی وجودم فعال هست که باید somehow اونو حلش بکنم، و گفتن که مثلا میتونن هیپنوتیزم بکنن و اونو برن توی ضمیر ناخودآگاه و اونو حل بکنن. نه بی معنی است. نه این حرف بی معنی. کد و اینا رو که اصطلاح روانشناسی نیست. به علاوه این که من ببینید عزیز، ببینید من کوتاهش میکنم. کودک انسانی تا 3 سالگی 5 تا مسئله داره. یعنی کودک باهوشی مثل شما مثلا بین 1 تا 3 سالگی با 5 تا واقعیت سخت و تلخ روبرو میشه. نادانه، ناتوانه، نیازمنده، اشتباه کاره و یاد نمیگیره و فکرهای بد میکنه. آمارا نشون میده مثلا در یه جایی مثل امریکا 95 تا 97 درصد بچه ها در 3 سالگی به اینجا میرسن که من بدم، خوب نیستم، وقتی پدر مادر تازه خوبی دارن. اگر پدر مادر یه اصولی رعایت کنن بچه ها کمتر احساس بد میکنن. به من نگید اون 5% که فکر میکنن در 3 سالگی خوبن کیان. اونا کسانی هستن که 4 جور پدر و مادر دارن، یا نادان، یا بیمار، یا معتاد، یا تنبیه کننده، که بچه در 3 سالگی به این نتیجه میرسه که خوب دنیا منم. حالا بنابراین تا 3 سالگی هر پدر و مادر خوبی با آگاهی و دانایی فرزندی رو به 3 سالگی میرسونن که میگه من خوب نیستم، من خواستنی و دوست داشتنی نیستم. به همین جهته که قرار بین 3 تا 18 سالگی اگر 50 بار برای که عدد بدم روزی پدر و مادر به موقع به جا به اندازه به پسر و خواهرشون بگن تو خوبی، این امید هست که در 18 سالگی به اینجا برسن که من خوبم. من پسرانم اگر با من صحبت کنن به من اسم منو نمیگن، میگن خوب. خوب میای خونه
کی میای خونه؟ از بس من به اینا گفتم خوب، اسم من خوبه. حالا اگر شما برسید به اینجا که من خوبم، اولا دیگران رو هم خوب میدونید و با آنچه که هستید مسئله و مشکلی ندارید. اما اگر یه روزی پدر و مادر این کار رو نکرده، در یه ماهیتی بودید که اصولا دختر یه جایگاه دیگری داره، بعد تنها کار شما باید درس خوندن باشه، تازه درس خوندن در یه محیطی که بیشتر مردانه است، باید حرکت کنید، شما هرگز به این نتیجه نمیرسید که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنیم. آمارای امریکا نشون میده 70% مردم امریکا باورشونی که من خوب نیستم و خواستنی دوست داشتنی نیستم. من و شما ایرانی چی میگیم؟ اونم یه دختر ایرانی. حالا مهمش اینه که باید با این حرف دروغ، این بدبختی و بیماری که در طول تاریخ بوده همه اکنون هست جنگی. به همجه که مسئله سلف استیم و حرمت نفس یعنی دو چیز: یک، من خوبم، و دو، خواستنی و دوست داشتنی هم. اصلا حرمت نفس یعنی این، اعتماد به نفس نه، اعتماد به نفس یعنی من توانایی انجام کارها و رسیدن به هدفهامو دارم. اون اصلا یه بحث دیگریست. سلف کانفیدنس و سلف استیم مسئله دانایی و تواناییه، هیچ ارتباطی به ارزش و اهمیت و خوبی و بدی من نداره. خوبی و بدی من به درد بخور بودن و نبودنم به اینه که دو تا واژه داریم: من خوبم و خواستنی دوست داشتم، و دو، به خاطر اینکه خوبم و دوست داشتم دو چیز رو حتما ندارم: یک، خجالت رو، شرم و خجالت ندارم از آنچه که هستم و دارم، خجالت نمیکشم. این سن منه، این قد منه، این مادر منه، این پدر منه، این هوش منه، این عقل منه، هر چه هستم و دارم. دوم، از مردم ترس و واهمه ای ندارم، مردم رو بد خطرناک نمیبینم، بنابراین من مشکلی ندارم کنار مردم باشم. بذار راحتتون کنم، من چرا رو خط رادیو تلویزیون راحتم، چرا تو جمع راحتم، چرا تو کنفرانس راحتم؟ برای که خودم خوب میدونم، بقیه هم خوب میدونم، من خوب و شما خوب. من شما گفتگومون چه خطری برای من داره، چه درد سری برای من درست میکنه؟ هیچی. پس چرا من نباید با شما راحت باشم؟ برای که من خوبم، تو هم خوبی، من برای چی با هم راحت نباشیم؟ خب حرف اونو میزنیم و به همین جهت که راحت و آسودم. اشکار کار اینه که عزیز به من بگیر، من میگم 80-90% مردم ایران تای وجودشون نوشته شده من خوب نیستم، بعدم باورهای مذهبی هم اومده که اصلا ما گناهکار که هستیم به خاطر اون مردک ابله که در بهشت غلطی کرد، کثیف هم که هستیم، نجس هم که هستیم، گناهکار هم که هستیم، فاسد هم که هستیم، منحرف هم که هستیم، دروغگو هم که هستیم، پست هم که هستیم، کارهای خوب هم که نکردیم، کارهای بد هم که کردیم، خب چیزی دیگه از ما باقی نمیمونه، همینی که وقت سوارمون میشن. همه گونه اشکال کار داره این عزیز. بنابراین اون حرفی که اون روانشناس یا روانپزشک به شما زده قسمت نهاییش یا کلیش درسته، شما معلوم حرمت نفس کمی دارید، یعنی شما اونقدر که خودتون رو خوب بدونید و خواستنی دوست داشتنی نمیدونید. پس من اگر خوب نیستم، خواستنی دوست داشتنی نیستم، ای آدمی من خواست یا خره یا حقبازه یا وقتی فهمید دلم میکنه، خب چیز دیگه ای نیست. و این گرفتاری است که وجود داره عزیز. به همین جهت که شما من بگید بزرگترین مشکل مردم دنیا، مردم کشورهای پیشرفته چیه؟ سلف استیم و حرمت نفس. مطالعات کالیفرنیا اینو نشون داد. حالا وقتی اینا رو کنار هم میذاره، شما با چه واقعیت روبرو میشید؟ با این واقعیت رو میشید که مسئله حرمت نفس رو باید برد بالا. این حرمت نفس رو با هیپنوتیزم میشه حل کرد. حالا شاید زمینهای کمیش رو، کدی هم نداره بریم درش بیاریم شما درست بشید، نه، قرار است که واقع بینانه عاقلانه با موضوع برخورد کنید. و من تو سی دی سلف استیم حرمت نفس تو 12 ساعت آنچه که فکر میکنم یک کسی باید بدونه رو آوردم، و شما لطفاً با یه دقتی اونها رو دو بار بشنوید و بعدش متوجه میشید که هم خوبید، هم خواستنی و دوست داشتنی هستید، هم وقتی خودتون این احساس رو داشته باشید راحت و آسوده با دیگران ارتباط برقرار میکنید، نه اینکه در یه فضای توهمی خیالاتی که برمیگرده تا به 2 سالگی و 7 سالگی و 9 سالگی که تون توی شرایط مختلف بدی که داشتید خودتون رو مقایسه کنید. حالا نمیدونم تلفنتون قطع شد یا روی خط هستید، اگه قطع شد فکر کنم ما حرفامون رو زدیم به اندازه کافی. این قسمت آخر رو هم میتونید بشنوید و ضمناً من این برنامه رو حتما روز شنبه و یک شنبه، برنامه صبح یا شنبه یا یک شنبه خواهم گذاشت، برای اینکه گفتگوی بسیار مهمی است. میتونید یک بار دیگه اون رو بشنوید و مطمئنم که این اوضاع حتما درست خواهد شد. بذارید حرف آخرم من بزنم، باورم کنید و شاید من یه روزی من اگر الان شماره تلفن شما رو اعلام کنم، ظرف 1 ماه آینده 1000 تا تلفن خواهید داشت.
از این 1000 تا 500 تاشون آدمای صادق صمیمی یا خانواده‌هاشون هستن. یه دختر 33 ساله استاد دانشگاه تحصیل کرده خوب باهوش توانای که حتی از نظر ظاهری به گفته خودتون که حتما واقعیت داره خوب دلش میخواد ازدواج کنه، پرونده و سابقه و بار بد و غلطی هم از گذشتهش نداره، دلش هم میخواد ازدواج کنه صاحب خانواده بشه. باورم کنید نه یکی دوتا، 500 تا آدم مناسب پیدا میشه. اشکال کار این است که این ارتباطا وجود نداره و منم دوست ندارم به خاطر آنچه که از توش میتونه در بیاد که یکیش هم همه چیز رو خراب میکنه، مثل یه قطر سرکه از توی گالون یا یه ظرف بزرگ شیر که همه رو فاسد میکنه، نخواستم اینجا بیام. بنابراین مسئله شما اینه که باشید و ببیننتون و شما اونها رو ببینید و مطمئنم که این اتفاق خواهد افتاد. حالا من رو هم به این فکر میندازه که یه راهی شاید برای این آشنایی ها پیدا کنم، ولی نمیخوام چیزی باشه که همکنون به نوعی وجود داره و برخی از اوقات در موردش حرف و حدیث و گفتگوست، گرچه شاید هم اون قطعه ها نه مهم باشه نه واقعی. به هر حال متاسفم تلفنتون قطع شد، ولی خوشحالم که فرصت و بهانه ای شد برای که بتونم این حرف ها رو بزنم.